امروز میخوایم در رابطه با حافظه های جانبی صحبت کنیم، هارد ها و SSD ها. سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپیوتره. ما توی چهارراه کامپیوتر در رابطه با مسائل کامپیوتری به زبان ساده صحبت میکنیم. اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، ازتون میخوام که اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر زمان ویدیو جدیدی منتشر شد یوتیوب به شما اطلاع بده و تشریف بیارید ببینید. سابسکرایب کردن شما و لایک کردن ویدیوها به من این انگیزه رو میده که ویدیوهای بهتری براتون تولید کنم و هر ویدیویی که مد نظرتون هست رو توی کامنت ها بنویسید، حتما سعی میکنم براتون آمادش بکنم. امروز میخوایم در رابطه با هارد دیسک ها، SSD ها و حافظه های جدیدی که M2 نام دارن صحبت بکنیم و حالا در مورد هر کدومشون بیشتر براتون توضیح بدم. بریم از هارد دیسک ها یا اولین نسل حافظه هامون شروع کنیم صحبت کردن. اولین نسل که میگم منظور چیزیه که الان توی بازار هست و میتونیم بگیریم. به نسبت میزان فضایی که دارن، ارزون ترین نوع حافظه های جانبی هارد دیسک ها هستن. چرا میگیم حافظه های جانبی؟ به خاطر اینکه نباید به این دوتا بگیم هارد به خاطر سیستم داخلیشون، پس درسته که لغت حافظه های جانبی رو به کار بریم. به اینا میگیم هارد و به اینا میگیم حافظه های SSD. این نکته خیلی مهمیه که اول از همه باید بدونید. ولی اگه بخوایم یه هارد انتخاب بکنیم، باید چه پارامترهایی رو در نظر بگیریم؟ اولین چیزی که باید در نظر بگیریم میزان حافظه است. میزان حافظه‌ای که اون هارد دیسک ما داره. هارد دیسکی که من انتخاب کردم 1 ترابایت فضا داره. 2, 4, 6, 8, 12 ترابایتیش هم 10 و 12ش هم الان توی بازار هستش که میتونید تهیه بکنید. مورد بعدی اینه که درگاهش چی باشه. امروزه دیگه همه درگاه‌ها ساتا هستن، ولی قدیم ما درگاه IDE هم داشتیم، درگاه بزرگی بودش که میشد از اونها استفاده کرد، ولی امروز دیگه همه درگاه‌ها از نوع ساتا هستن. پس اول میزان حافظه و بعدش هم درگاهش. مورد بعدی توی خرید هارد دیسک باید بهش دقت کنید میزان سرعت چرخش هارد دیسک 5400 باشه یا 7200 برای کلاینت ها، و برای سرورها 10K و 15K رو داریم که میشه 10000 دلار و 15000 دلار. این هارد دیسک که من انتخاب کردم 5400، یعنی سرعتش پایین تره، ولی یه مزیتی داره و اونم اینه که از سری پرپل یا بنفش WD است. من بعدم یه ویدیو کامل در رابطه با رنگ بندی های نسخه های وسترن دیجیتال براتون میسازم که کارتش رو اینجا براتون قرار میدم، بعدم این رو اضافه میکنم و هنوز نساختمش. حتما این ویدیو رو میسازم که بدونید چه فرقی با هم دیگه میکنن. این سری پرپل برای NVR و DVR طراحی شده، سرعتش پایین تره ولی 24/7 میتونه کار بکنه، تا 180 ترابایت در سال میتونه رید و رایت داشته باشه و بنویسه و باگ بشه روش. یه جورایی میشه گفت جز خرکارها محسوب میشه. دلیل اینکه من اینو انتخاب کردم به خاطر اینه که برای آرشیو قرار استفاده بشه و خب ترجیح میدیم که مدام بتونیم روش بنویسیم و پاک بکنیم. من با این دید این رو انتخاب کردم، ولی شاید بهتر بود اگر میخواستم سرعت بالاتری داشته باشم سری بلو ادیشن رو انتخاب میکردم که 7200 بود. مورد بعدی اینه که حالا این توضیحات رو بعدم حتما براتون میذارم که هر کدوم چه مزیتی دارن و چه معایبی دارن. مورد بعدی توی انتخاب هارد دیسک میزان کش یا حافظه بافرش هست که چقدر باشه. این مدل 64 مگابایت کش داره. بریم یه نگاه به سایت WD بندازیم. خب همونجور که میبینید اینجا ما انواع مختلف سری پرپل رو اومدیم نگاه کنید، برسه 5400 یا 7200 دورش. تو 7200 دور از ظرفیت 8 ترابایت به بالا داره، تا 14 ترابایت هم داره که مثلا 14 ترابایتش چی شد؟ که مثلا توی 12 ترابایت یا 14 ترابایتش 512 مگ کش داره، 14 ترابایت خودشه، 512 مگابایت کش داره و 7200 دور در ثانیه است. مدلی که ما انتخاب کردیم 1 ترابایت 64 مگابایت کش داره و 53 یورو قیمتش هستش. توضیحاتش هم اینجا داده که آقا 24/7 کار میکنه، تا 180 ترابایت در سال میتونه بنویسه بخونه از روش، و حالا توضیحات تکمیلی تر، تا 64 تا دوربین میتونن همزمان روی این بنویسن. پس ببینید اصلا اختصاصی برای NVR طراحی شده. شاید براتون سوال پیش بیاد بگید که خب چرا بلو نخریدی و اومدی 5400 دور خریدی و سری پرپل؟
نکته ای که هست اینه که من چند وقت پیش رفته بودم برای یه هارد دیسکی ریکاوری اطلاعات انجام بدم. هارد دیسکی به واسطه یه ذره نوسان برق دچار مشکل شده بود. ریکاوری یک ترابایت اطلاعات اون هارد دیسک که چیز نزدیک یه تومن در اومد و اینکه تازه همه اطلاعات برنگشته چیز حدود 90%، و اگه می‌خواستیم بقیه‌اش برگرده باید شاید برد عوض می‌شد، هد عوض می‌شد، خیلی دردسرها داشت و اصلا صرف نمی‌کرد که بخوایم اون کارو بکنیم. نکته ای که اونجا اون فرد به من گفتش، کسی که خیلی کار حرفه‌ای انجام میده، گفت اگر جایی میتونی سری پرپل بخری، پرپل بخری، یه ذره سرعت رو فدا میکنی، به جاش موندگاری و دوام این هارده خیلی بیشتره و دیگه به اینجور مشکلات نمیخوری. پس دلیل اینکه پرپل خریدم براشون این بود. این از هارد دیسک ها، پارامترهای مختلفشون رو بررسی کردیم. نسل بعدی حافظه هایی که اومدن حافظه های SSD بودن. حافظه های SSD این فلش شما دیدید دیگه، توشون هیچی نیست، توشون یه برد خیلی ساده است که اومده به پورت های SSD تبدیل شده. تفاوتش با هارد دیسک ها توی اندازه شونه، اینا 3.5 اینچ هستن، اینا 2.5 اینچ هستن. سنگینی و سبکی این خیلی سبکه، حتی اگه خواستید تو کیس ببندیدش میتونید یه دونه پیچ یه بر ببندید اونورش ول باشه، انقدر سبکه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نکنید این کارو، ولی این کارو هم انجام میدن. اینا هم حافظه، یعنی پورتشون ساتاه و سرعت ریدورایتشون خیلی بالاتره. سرعت ریدورایت هر مدلی رو باید توی سایتش ببینید که زده چقدر. مثلا در بهترین حالت تا 600 مگابایت پر سکند میتونه بنویسه و بخونه اطلاعات رو. حواستون باشه دارم میگم مگابایت، به خاطر اینکه دارم سرعت نوشتن و خوندن روی هارد دیسک رو میگم، نه سرعت انتقال داده. پس مگابایت عدد درستیه که دارم اینجا میگم. و حافظه هاشون خیلی کمتره نسبت به هارد دیسک ها و قیمتشون هم بالاتر. مثلا این مدل 240 گیگابایتی از لحاظ قیمت چیزی حدود 1 ترابایت هارد دیسک ها در میاد اگه بخواید تو بازار بگیریدش. البته مدل های جدید این خیلی قدیمیه. چیزی که این برای یه کیس دیگه است که من انتخاب کردم، چیزی که ما انتخاب کردیم برای این کامپیوتری که میخواییم ببندیم یه دونه SSD 240. اینم SSDه، ولی تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که دیگه این جعبه رو نداره، دیگه پورت ساتا وصل نمیشه. و بازش بکنیم با هم دیگه، کلش همینه. 240 گیگابایت حافظه SSDه که به اینا M2 میگن، ولی اگه به واقعا بخواید ببینید این مدل M2 نیست، این مدل M-SATAه. فرقش اینه که M2 ها یه دونه شیار دارن ولی این دوتا شیار داره و بر اساس جعبش باید ببینید و درست خریدتون رو انجام بدید. حواستون باشه به جای M2 سرعت بالا بهتون اندازن. این از لحاظ سرعت هیچ فرقی با این SSD ها نداره، جفتشون یکی هن. فقط تفاوتش اینه که اگه مادربورد شما جا داشته باشه اینو روی مادربورد قرار میدید و این باید روی هارد جای کیستون قرار بگیره با کابل بیاد وصل بشه. خب این خیلی راحت تره، ولی تفاوت قیمتشون هم خیلی کمه و سرعتشون هم یکیه، در همون حد حدودا، خیلی فرق نمیکنه. این رو بریم ببینیم با هم دیگه مشخصاتش رو. این سایت ایدیتاس، همین مدل خودمون رو سرچ کردم و آوردم، SU650M2. ببینید حتی اینجا هم میزنه M2 چون روی پورت M2 وصل میشه، حتی رو خودش هم نوشته M2 و 28 داد. بیایم پایین، تو توضیحات و مشخصات زده اولا که 3D NAND اسم این، اگه خواستید بدونید تکنولوژیش رو، 3D NAND فلش هستش، از نوع 3D NAND. و اینجا سری توضیحات داره. ما با این قسمت اسپسیفیکیشن کار داریم که مشخصاتش رو ببینیم. ظرفیت 120، 240 و 480 گیگ داره که مدلی که ما انتخاب کردیم 240. M2 2280 فرم فاکتورشه، مدلش، نوعشه. نند فلش 3D فلش داره استفاده میکنه. اندازش رو گفته. وزنش فقط 7 گرمه. ساتای 6 گیگابیت پر سکند داره کار میکنه. سکونشال ریدورایت رو ببینید، میگه تا 550 مگابایت در ثانیه ریدشه و 510 مگابایت بر ثانیه رایتشه. مدل قوی تر از نهان داره، در بهترین حالت تا 600 مگابایت در ثانیه میتونه بخونه و تا حدودا 570-80 مگابایت در ثانیه میتونه بنویسه. و اینم توضیحات بیشتری که در رابطه با این مدل وجود داره. اینجا یه نکته داره که میخوام بهتون بگم.
یه نکته که در رابطه با حافظه‌های SSD باید بدونید و تفاوت اصلی حافظه‌های SSD با حافظه‌های HDD هست اینه که HDD ها طول عمر مشخصی ندارن، به ازای اینکه چقدر بهتر باشه اون جنس کار میکنه و اگه مشکلی براش پیش نیاد بیشتر هم کار میکنه، ولی SSD ها طول عمر مشخص دارن، یعنی مثلا 2 میلیون ساعت کار میکنه و بعدش دیگه از بین میره و نابود میشه. پس نباید از SSD ها به عنوان آرشیو دائمی بخواید استفاده بکنید و برای این کار همچنان از HDD ها استفاده میکنیم، به اضافه اینکه به واسطه قیمت بالایی که دارن به صرفه نیستش که بخوایم از اینا به عنوان آرشیو استفاده بکنیم. برای آرشیو کردن حتما از HDD ها استفاده بکنید. همه جای دنیا هم اگه ببینید، حتی یوتیوبرهای خیلی خفن هم ببینید، حتما HDD میگیرن و به عنوان آرشیو میذارن و فایلاشون رو روی اون نگه میدارن، نه SSD. SSD رو برای سیستم عامل و کارهای عادیشون حتما استفاده میکنن و سرعت‌های خیلی بالا، حتی نمیان امساتا بگیرن، میان M2 میگیرن، سرعت خیلی بالا. یهو میبینیم مثلا شاید حتی 1 ترابایت M2 بستن ها، خب ببخشید میگم 1 ترابایت، مثلا 100 ترابایت M2 بستن و دارن کار میکنن، ولی برای آرشیوشون یهو میبینیم مثلا 240 ترابایت 600 ترابایت HDD بستن و آرشیوشون رو اونجا نگه میدارن. یه نکته دیگه که در رابطه با این M2 ها وجود داره اینه که اینا در اندازه های مختلفی وجود دارن. اندازه 3 تا اندازه داره که روی مادربردمون هم دقیقاً 3 تا جا داره که بر اساس اون اندازه میتونید این رو ببندید و ازش استفاده بکنید. در رابطه با SSD های جدید و M2 ها مطلب خیلی زیاده، ما هم مقاله توی سایتمون داریم، مقالهش رو پایین همین ویدیو براتون میذارم که برید و مطالعه بکنید و توضیحات بیشتری هم اگه خواستید میتونید به وبسایت گارانتی کنندهشون مراجعه کنید. برند ای‌دیتا گارانتی آونگ وارد کننده شه، 3 سال گارانتی تعویض میده و خب گارانتی خیلی خوبی هستش. دلیل اینکه من ای‌دیتا رو هم انتخاب کردم یکی از دلایلش همین گارانتی خوبیه که داره و خب سرعت خوبی هم به ما میده. اگه میخواستم بیشتر هزینه کنم همین مدل رو M2ش رو بگیرم 1 میلیون تومان گرونتر میشد و من نمیتونستم روی این سیستم این هزینه رو انجام بدم. این ویدیو به همراه 6 تا ویدیو دیگر رو من دارم توی یه روز ضبط میکنم و حالا با فواصل مختلف دارم منتشر میکنم. همه اینا برای یه دونه کامپیوتره که من قراره ببندم و دارم برای هر کدوم یه دونه ویدیو براتون میذارم که بدونید چجوری هر کدوم از اینها رو انتخاب کردم و شما چجوری میتونید انتخاب کنید. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتر تو این زمینه رو ببینید، اینجا دو تا از ویدیوها رو براتون قرار میدم که میتونید هر کدوم رو خواستید در ادامه این ویدیو مشاهده کنید. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا 4 کامپیوتره و خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب رو بزنید و از این به بعد با ما همراه باشید. مرسی، فعلا خدا نگهدار.